هم در این عملیات دنبال کشتن کسی نبودیم. ما تصورمون این بود که امریکایی‌ها گارد حمله میگیرن، ولی دیدیم که نه، اینا منتظر این سیلی بودن. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران با خوشحالی محل اصابت موشک‌های شلیک شده به پایگاه‌های آمریکا در عراق را نشان می‌دهد. در این لحظه او می‌داند پدافند هوایی تحت امرش یک روز پیشتر یک هواپیمای مسافربری را سرنگون کرده، اما او اشاره‌ای به سرنگونی هواپیما نمی‌کند. رفته بودی در خانه پدریت زیر درخت پرتقال بیستی و یاد کنی از آن شب که آخرین میوه‌های سالم را با هم از آن درخت چیدیم. تو را در خانه پدریت دور از آن درخت به موشک بستند. همان روز در کانادا قرار بود حامد اسماعیلیون به استقبال همسرش پریسا و دختر 9 سالش ریرا به فرودگاه برود. مسافران او هیچگاه زنده به خانه نمی رسند. همسر و دختر حامد از مسافران پرواز شماره 752 تهران کیف بودند. دو موشک ضد هوایی سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را سرنگون می کند. داستان پرواز 752 اوکراین داستان 176 انسانه که در این پرواز کشته شدن. هر کدام از این افراد داستان ویژه‌ای برای خودشون داشتن. سقوط هواپیمای اوکراینی یک فاجعه دیگری رو هم در ایران نمایان کرد و آن هم فرار نخبگان، فرار مغزها از ایران. دهاتن از مسافران هواپیمای سرنگون شده بهترین فارغ‌التحصیلان معتبرترین دانشگاه‌های ایران بودند. بسیاری از آنها برای گذراندن تعطیلات سال نو میلادی در کنار خانواده به ایران می‌روند. پونه گرجی 25 ساله و آرش پورزرابی 26 ساله از کانادا برای برگزاری عروسیشان به تهران می‌روند. من و پونه دوتا دختر بودیم توی خانواده. پونه 4 سال از من کوچیکتر بود، ولی من خودم هیچ وقت حس نمی‌کردم پونه از من کوچیکترم. پونه بی نهایت باهوش بود و در کنار اون پشتکار واقعا خارق‌العاده‌ای داشت. یعنی هر چیزی که میخواست برایش تلاش میکرد بهش برسه. از دوره راهنمایی وارد مدرسه فرزانگان شده بود و بعد از اونم عاشق المپیاد کامپیوتر بود. پونه در کلاس‌های المپیاد کامپیوتر در تهران با آرش پورزرابی آشنا می‌شود. آرش نوع رفتارش خیلی بزرگتر از سن خودش بود. از ابتدا علاقش به وسایل الکترونیکی و ریاضی خیلی زود یاد می‌گرفت. همیشه سوار زندگی بود. از بچگی مثل این بود که میدونست چی کار میخواد بکنه. مثل این که راهش رو انتخاب کرده بود آرش. آرش در المپیاد دانش آموزی کامپیوتر در سال 1390 مدال نقره میگیرد و سال بعد با رتبه 334 در کنکور سراسری قبول میشود. آرش در دانشگاه صنعتی شریف تهران در مقطع کارشناسی در رشته نرم افزار کامپیوتر مشغول به تحصیل می شود. همزمان پونه هم با رتبه عالی از کنکور سراسری قبول می شود. با رتبه 265 رشته مهندسی آیتی دانشگاه صنعتی شریف قبول شد. پونه، من همیشه بهش فکر میکردم، خودم فکر میکردم پونه که انقدر همه چیش خاصه، عاشقیش هم باید خاص باشه دیگه، و همین هم شد. آرش هم بی نهایت باهوش بود. یعنی من دفعه اولی که آرش رو دیدم فهمیدم که خب مثل همیشه پونه گل کاشته، یعنی تو انتخاباش، تصمیماش. یه روز یه عکس برای من فرستاد، عکسی که بچه های هم دورشون بودن با یه فلش یه عکس یه دختری رو برای من مشخص کرده بود. من فهمیدم که آرش انتخابشو کرده. پونه رو با یه کفش آلستار قرمز.
پونه و آرش با نمره عالی از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل می شوند. پونه برای دوره مستر کامپیوتر ساینس دانشگاه آلبرتا پذیرش گرفت. آرش هم همینطور. آرش خیلی واقع بین بود. فکر نمی کرد که شرایط ایران جوری باشه که مناسب باشه براش. در خارج از ایران دانشگاه صنعتی شریف یکی از دانشگاه‌های معتبر شناخته شده است. دانشگاه شریف رو می‌شناسم. دانشجویان فوق‌العاده زیادی از دانشگاه می‌شناسم. خیلی از همکاران و پروفسورهایی که باشون کار کردم از دانشگاه شریف بودند. سطح علمیشون خیلی بالاست. کانادا مقصد بسیاری از دانشجویان ممتاز ایرانی برای تحصیلات تکمیلی، کار و زندگی است. دانشگاه آلبرتا در غرب کانادا یکی از این دانشگاه هاست. در دنیای مدرن امروز ارزشمندترین منابع موجود استعداد انسانی هستند. در دانشگاه آلبرتا حدود 500 دانشجوی ایرانی داریم. پونه و آرش در رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه آلبرتا به تحصیلاتشان ادامه می دهند. دانش آموزان شگفت انگیزی بودند. دانشجویانی با استعداد که در حال تحقیق در زمینه‌های مختلف هوش مصنوعی بودند، روی پروژه بسیار مهمی کار می‌کردند. راس گرینر استاد راهنمای پونه بود. خودم بیشتر تمرکزم روی مهندسی پزشکیه. پونم علاقمند بود و دلیلش این بود که می‌خواست به مردم کمک کنه. روی فناوری اولتراسوند برای کودکانی که دوچار در رفتگی لگن هستند کار میکرد و نتایج عالی هم گرفت. بعد هم تحقیق روی تصاویر سونوگرافی برای تشخیص نارسایی کبد رو شروع کرد که شد یکی دیگه از پروژه های موفقش. سالانه صدها دانشجوی ممتاز همچون پونه و آرش از دانشگاه ها و مراکز علمی و صنعتی ایران به خارج از کشور مهاجرت میکنند. در سه دهه گذشته مقصد بسیاری از دانشجویان نخبه ایرانی، آمریکا و کانادا بوده است. داستان مهاجرت نخبگان از ایران چیزیه که ما خودمون هم اینجا به نوعی مستقیم می‌بینیم. پویا آزادی یکی از محققان دانشگاه استنفورد آمریکاست. او اخیراً نتیجه تحقیقاتش درباره مهاجرت ایرانیان را منتشر کرد. نزدیک به 700 هزار ایرانی در دانشگاه‌های خارج از کشور به تخمین ما تا الان درس خوندن و یا مشغول تحصیلن. از این 700 هزار نفر 130 هزار نفرشون الان مشغول به تحصیلن، یعنی دانشجویان ایرانی هستن، کسانی هستن که در ایران به دنیا آمدن و الان در یک دانشگاه خارج از ایران مشغول به تحصیلن. تحقیقات دانشگاه استنفورد نشان می‌دهد پیش از انقلاب سال 57 بیش از 90 درصد از دانشجویان به ایران باز می‌گشتند. حال بیش از 90 درصد به ایران باز نمی‌گردند. 110 هزار پژوهشگر ایرانی در دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی خارج از ایران مشغول به کارند. حدود 1/3 منابع انسانی میشه که کلاً ایران برای تحقیق در اختیار داره. متاسفم مملکت ما آرش و پونه زیادی داره و اینا حیفشونه. هزینه بسیار زیادی میشه که یک پزشک تربیت بشه، یک مهندس درجه یک تربیت بشه و دقیقا موقعی که این عزیزان میتونستن در واقع منفعتی به بقیه جامعه و به کشور برسونن، دقیقا در همون مقطع از ایران میرن و ثمره کارشون در جای دیگه دیده میشه. ده ها هزار ایرانی در صف مهاجرت به کانادا و استرالیا هستند. نیروی انسانی گران قیمتی که هزینه زیادی صرف تربیت آنها شده. نیرویی که به صورت رایگان به خارج صادر می شود. سوالی که مطرحه، چرا این نخبگان وطنشون رو ترک می کنند؟ بیاین دسته‌بندی کنیم عوامل مهاجرت نخبگان رو. آینده تیروتار اقتصادی که خیلی ها متصورن برای ایران، سرکوب سیاسی، سرکوب اجتماعی، مسائل مربوط به نقض حقوق بشر، فساد، بحث‌های مربوط به در واقع استخدام و ترفیع رتبه افراد تحصیل کرده
و خب روندهای مربوط به جمعیت هم بی تأثیر نیستش در این زمینه دیگه. پونا آرش هم واقعا واسه زندگی بهتر تصمیم گرفتن که برن برای یک کمی آزادی بیشتر، برای واقعا یه سری حداقلا که ما نداریم تو ایران، یعنی خود منم ما هیچ کدومم نداشتیم. اما پونا و آرش میخواهند عروسیشان را با خانواده و دوستان در تهران جشن بگیرند. هنگام تعطیلات سال نو میلادی به ایران باز میگردند و روز 11 دی ماه را برای عروسیشان انتخاب میکنند. خیلی ذوق داشت برای لباس عروسش، از موقعی که تو کانادا بود به کد دوستاش میرفتن لباس میدیدن بر ما عکس میفرستاد، بالاخره لباس مورد علاقه‌اش رو پیدا کرد. دوستاش فقط یه شبی باشه که عشقش رو در واقع این خوشحالیش رو با ماها شریک بشه. همین که از آرزوهای من همون شب برآورده شد که دوست داشتم که پسرم رو تو لباس دامادی ببینم. یادآوریش برام سخته، من دختر نداشتم ولی جفت آرش دخترای من هستن. دو روز بعد از عروسی آرش و پونه، قاسم سلیمانی کشته می شود. فرمانده نیروی قدس سپاه در حمله هوایی به دستور مستقیم دونالد ترامپ در بغداد کشته شد. در 13 دی ماه خودروی او و همراهانش در نزدیکی فرودگاه بغداد با راکت پهپادهای آمریکایی به آتش کشیده می شود. انتقام می گیریم سخت محکم. صدای تبل جنگ در منطقه بلندتر می شود. بسیاری از مسافرانی که برای تعطیلات سال نو میلادی به ایران رفته بودند در فکر ترک هرچه زودتر ایران بودند. یکی از آنها مهران ابتهی، دانشجوی فوق دکترای دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا بود. همیشه پسر آروم ساکت، همیشه تمام معلم‌هاش ازش راضی بودن. مهران برای دیدار همسرش و خانواده به ایران رفته بود. یک سال پیشتر ازدواج کرده بود و همسرش منتظر گرفتن ویزای کانادا بود. وقتی که مهران رو تو لباس دامادی دیدم به غم افتادم روی زمین و سروش کردم. گفتم خدایا شکر که بچم خوشبخت شد. به قدری خانومش رو دوست داشت و خانومش عاشق اون بود. مهران در سال 1397 دکترایش را در عمران محیط زیست از فرانسه دریافت کرد. آدم بسیار مهربونی بود. خیلی مهربون و صادق. کلیر الباسی استاد راهنمای او بود. کار تحقیقی دکترای مهران موفقیت آمیز بود. او روی دستگاه و پروسه ویژه‌ای کار کرد که قادر بود ریز آلاینده های ارگانیک رو از آب و فاضلاب جدا کنه تا این ریز آلاینده ها وارد محیط زیست نشن. او موفق شد. در حقیقت ما الان بر اساس کار او این پروسه رو ادامه میدیم. بین هر مقطع تحصیلش هم کار کرد. مهران خیلی پسر درسمون بود. خیلی به خودش سخت میگرفت. بچه من مثل بچه های اونا در ناز و نعمت نبود. بچه من با حقوق فرهنگی بزرگ شد. با حقوق فرهنگی به اینجا رسید. مهران در شهریور سال 1398 در دانشگاه بریتیش کلمبیا در ونکوور کانادا پذیرش گرفت. تحقیقات او در مقطع فوق دکترا بر روی تصفیه ریز آلاینده های پلاستیکی در آب و فاضلاب بود. این همه سختی ها کشید. همیشه میگم کاش نرفته بودم زندگیشا ببینم. چندی سال روزگار توی یه جای 16 متری زندگی میکنم. مهران قرار بود 18 دی ماه صبح زود
ایران را ترک کند و به کانادا برگردد. اما اتفاقاتی که بامداد آن روز افتاد باعث شد او هیچگاه به مقصد نرسد. بامداد 18 دی ماه نیروی هوافضای سپاه پاسداران به انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی با چندین موشک بالستیک پایگاه‌های آمریکا در عراق را هدف قرار می‌دهد. پدافند هوایی ایران برای حملات احتمالی آمریکا به حال آماده باش در می‌آید. پرواز اینا صبح زود بود. ما وقتی رفتیم فرودگاه پسرم یه لحظه موبایلش رو در آورد که ایران حمله کرده. من پشتم لرزید. تو دل خودم گفتم حالا شکر خدا که آرش و پونه دارن میرن. ساعت 6:12 صبح پرواز 752 شرکت هواپیمایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی تهران پرواز میکنند. 3 دقیقه بعد هواپیما در آسمان به آتش کشیده می شود و در حومه تهران سقوط می کند. معلوم این هواپیما همه سرنشینان آن کشته می شوند. یک دفعه تو دلم ریخت. زیرنویس بی بی سی ها دیدم که نوشته بود که پرواز 752 سقوط کرد. پرواز اوکراین سقوط کرده. گفتم خدایا چه کار کنم؟ ما زار زدیم. پدر من پشت تلفنش های های گریه میکرد. پدرم گفت نه اینجا خبری نیست. ما همون روز بعدش رفتیم پزشکی قانونی. ساعتی پس از سقوط هواپیما مقامات ایرانی علت سانحه را نقص فنی اعلام می کنند. هیچ تغییر فنی در هواپیما نداده بودیم. کاملا مطمئن بودیم که دلیلی وجود نداره که منجر به چنین سقوطی بشه. در اون زمان نمی دونستیم چه عاملی هست، اما می دونستیم که هرچی هست عامل خارجیه. یک روز پس از سقوط هواپیما منابع غربی و دولت کانادا اعلام می کنند که هواپیما بر اثر اصابت موشک سرنگون شده است. میدونید در اون روز شاکه کننده اطلاعاتی دریافت کردیم که دلیل واقعی سقوط هواپیما رو نشون میداد که موشک هایی به یک هواپیمای غیر نظامی شلیک شده. تا اون موقع وزیر خارجه کانادا و همتای ایرانی برای سالها دیداری نداشتند. با جواد ظریف در عمان دیدار کردم. بهش گفتم قبول مسئولیت ساقط کردن هواپیما مسئولیت بزرگی به دنبال داره، از جمله در زمینه شفافیت، مسئولیت پذیری و جبران خسارت برای خانواده قربانیان. Reparation and closure for the families of the victims. ویدیوهای ضبط شده و منابع اطلاعاتی غرب حکایت از سرنگونی هواپیما با موشک دارند. اما 2 روز پس از سانحه مقامات حکومت ایران بر روایت خود پافشاری میکنند. ولی اون چیزی که برای ما مهرس هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده. شما یک هواپیمای مسافربری رو بر آسمان پایتختت بهش حمله میکنی، دست کم 2 بار بهش موشک شلیک میکنی، بعد بلافاصله تمام نیروها رو میریزی در اون منطقه سقوط و وسایل مسافرین رو میدزدی، بعد با بولدوزر همه جا رو صاف میکنی. این یک صحنه جنایت بود و به عنوان یک صحنه جنایت میبایستی بدون هیچ گونه دستکاری حفظ میشد تا کارشناسان تحقیقات در این زمینه کار بررسی صحنه جنایت را انجام بدن. وقتی که اون تصاویر رو در تلویزیون دیدم که با صحنه جنایت چه کردن، واقعا شوک و آشفته شدم. به نظر من این واقعا شرم‌آوره. سرانجام در 21 دی ماه 3 روز پس از سقوط هواپیما ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که هواپیمای اوکراینی بر اثر بروز خطای انسانی مورد اصابت موشک قرار گرفته است. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره.
من میخوام فقط خداشون این 19 ثانیه اینا که موشک اولو که زدن اینا زنده بودن، اینا داغ ما رو بیشتر چیز کردم. تا پنجو شمردم گفتم ماما میخوام حس کنم که تو چجوری کشته شدی. من فکر میکنم تو اون هواپیما من چجوری. تا پنجو شمردم و بیهوش شدم. من هنوز میگم تو ذهن خودم میگم کاش نقص فنی بود، همه جای دنیا پیش میاد، ولی این مدلیش خیلی سخته، خیلی. حتی تحمل زجه‌های مردم رو نداشتیم که به سراغ ما میومدن. هزاران معترض از جمله دانشجویان دانشگاه ها با شعارهای مرگ بر دروغگو علیه فرماندهی کل قوا و سپاه پاسداران شعار سر دادند. ده ها نفر در این اعتراض ها دستگیر شدند. در حالی که مقام های ایرانی می دونستند ممکنه آمریکا مقابله به منس کنه، چرا حریم هوایی ایران روی این پروازها بسته نشد؟ ایران را مقصر و مسئول آنچه که آن شب اتفاق افتاد می دانم. موشک شلیک کردند. نه حریم هوایی را بستند، نه فرودگاه را. شکی نیست که چه کسی مسئول این حادثه است. اما من فکر می کنم که خطوط هوایی و شرکت های هواپیمایی دیگری که عصر آن شب پرواز داشتن رو هم نمیشه بگیم هیچ مسئولیتی بر دوششون نیست. فرودگاه تهران طبق روال و استانداردهای خودش کلیه اقدامات خدماتی رو برای هواپیمای مسافربری انجام داد. اطلاعات مربوط به وضعیت جنگ باید قبل از پرواز توسط فرودگاه تهران به فرمانده پرواز داده می شد، اما چنین اطلاعاتی وجود نداشت. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران می گوید اپراتور پدافند هوایی تقاضای بسته شدن حریم هوایی کرده بود، اما حریم هوایی همچنان باز می ماند. مصاحبه هم با خود این اپراتور شده که اظهار می کنه که ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشه، یعنی اصطلاحاً میگن باید فضا کلیر بشه. در شرایط 3-3 طبیعی این درخواست هم انجام میشه. حالا به واسطه بعضی از ملاحظات شاید این کار رو عزیزان ما دنبال نمی کنن، یعنی توأم با پروازها این شرایط جنگی هم ادامه پیدا میکنه. برخی از خانواده قربانیان میگویند حریم هوایی عمدن بسته نشد. کمترین صحبتی که شده ماجرای سپر انسانی است. سناریوهای زیادی مطرح است در مورد این هواپیما. به این هواپیما شلیک میکنی در حالی که میدونی بچه‌ها در این هواپیما هستند، خانواده‌ها در این هواپیما هستند. 3 دقیقه بعد از بلند شدن از فرودگاه. برای ما خانواده قربانیان و باید برای جامعه جهانی هم مهم باشه که چطور حریم هوایی در اون شرایط باز گذاشته شد، چرا فرودگاه بسته نشد، چطور ممکنه در سال 2020 همچین اتفاقی رخ بده. باید این سوال‌های مشکل رو از خودمون بپرسیم که در اون شرایط چطور یک هواپیمای غیر نظامی با موشک‌های شلیک شده ساقط میشه. فکر کنم یک جای دیگه، یک کشور دیگه‌ای که در حد ایران باشه از لحاظ اقتصادی و سیاسی و اینا، فکر میکنم تعداد زیادی آدم میومد حداقل استعفا میداد بابت این ماجرا. حتی حاضر نشدن یک اپراتور رو قربانی این ماجرا بکنم. پس از 3 روز از سرنگونی هواپیما، حامد خود را به ایران میرساند. او تصمیم میگیرد پیکر همسر و دخترش را به کانادا منتقل کند. موقعی که در ایران بودیم همون روزهای اول صحبت از تشییع جنازه های دست جمعی میشد. تو یکی دو تا شهر هم این کار رو کردند و خانواده ها در بهت بودند، در شوک بودند.
معلوم بود که چه برنامه‌ای دارن، معلوم بود که میخوان دوربین‌های تلویزیونشون رو بردارن برن توی اون خونه‌ها، معلوم بود که فرمانده‌های سپاه میخوان برن با خانواده‌های داغ دیده عکس یادگاری بگیرن، معلوم بود که اونجایی که خودشون میخوان اینها رو دفن بکنن، معلوم بود که میخوان اسم شهیدشون بذارن. میگم روی سنگ هر قبری رو بری نگاه میکنی، یکی نوشته به خاطر مملکتش، یکی نوشته به خاطر سیاست، یکی نوشته به خاطر آبان. من بگم چی روی سنگ قبر بچم چی؟ من بگم بچم به خاطر چی؟ بگم بچه من به خاطر نخبه بودنش کشته شد؟ میدونید یه درد بزرگ برای ما توی اون شرایط این نام رو هم روی اونا گذاشتن. شهید یه کلمه ای هست توی حالا فرهنگ ما هم یه جایگاه خاصی داره، ولی اینکه کسانی رو با حداقلش بیکفایتی، حداقلش با بیکفایتی از بین بردید، بعد این اسم رو بخواید روشون بذارید، خیلی سخته، خیلی سخته، اصلا قابل درک نیست. به ما فقط اصطلاحاً تابوتی که با پرچم ایران و اسم شهید و شهید روش بود به ما دادن که و اومدن سنگ و چوبه سر رو گذاشتن، یعنی داشتن تحمیل میکردن. پونه انسان ویژه‌ای بود با توانایی‌های بسیار بالا که میتونست پیشرفت زیادی داشته باشه. میخوام مردم بدونن که جهان انسانی با روح بلند رو از دست داد. پونه و آرش 5 روز پس از عروسیشان در آرامگاهی مشترک در بهشت زهرای تهران با هم دفن شدند. داستان آنها داستان ده ها مسافری است که در پرواز 752 جان باختند. بله، از لحاظ انسانی از دست دادن این افراد فاجعه باور نکردنی بود، اما از طرف دیگه خدماتی که اونا میتونستن در طول عمرشان به جامعه بدهن رو هم از دست دادیم. هنوز داغ تمام بچه های ما هنوز تازه است، هنوز داد خواهی نشدیم، هنوز جوابی به ما ندادن. غم از دست دادن فرزند خیلی سنگینه. یه جور انگار آداپته شدیم تو ایران که یعنی تو انتظاری نداری، اگه خودشون هم کشتن تو باید فقط مراقب باشی که یه اتفاق بدتری نیفته. نه ما که پدر و مادر بودیم، همه ایران، همه دنیا از دست دادن نعمتهایی که هر کدومشون میتونستن یک گوشه ای از این دنیا رو بهتر کنن.